بزرگانی محترم، محاسین سفیدان، جوانان و خواهران، من و شما به توفیق الله منان در جمعه نخست ماه صیام و رحمت قرار داریم. این نخستین جمعه ماه رمضان هست. مقدمتا خدمت شما سروران فرائض روزه، استقبال ماه مبارک رمضان، اثرات و معنویت های این ماه عرض گردید. در آخر اجمالا آنچه به آدرس ختم قرآن و آنچه به آدرس اعمالی که در این ماه بنده مومن انجام دهد، توفیق الله یاری کند، خدمت شما چیزی به عرض خواهم رسان ان شاء الله. آنچه که در این جمعه خدمت شما در لابلای آیات و روایات عرض می گردد، فریضه مقدس زکات است. زکات با ماه مبارک رمضان ارتباطش ارتباط ارکان اسلام است. موقوف به این نیست که در رمضان باید پرداخته شود، مقید به قید رمضان نیست، اما عموما مسلمان ها خصوصا در آسیای میانه و علی التخصیص در کشور عزیز ما یک امر عمومی شده است که سرمایه‌دارها زکات مال خود در ماه مبارک رمضان می دهند. کاری بدی هم نیست و ثوابش شکی نیست که بیشتر است، اما در غیر رمضان هم که می پردازه مسئولیت فرضی از گردن این مسلمان ادا می شود. به آدرس زکات دانستنی چند امور ضروری هست: تعریف زکات، تاریخ زکات، تاریخ فرضیت زکات، حکم زکات، شرایط زکات، مالی که زکات داده می شود. زکات از تزکیه به معنای پاکی، مالی که نشو و نمو می کنه، رشد می کنه، نصابش تکمیل است، پاک کردن آن را در شریعت اسلامی زکات گفته می شود. به ظاهر زکات در تعبیر فقها همان چرک مال هست، به مثابه زنگ آهن که در کوره آهنگر سوخته و نابود می شود با اثر گرمی و تپش و حرارت، بلا و مصیبت و رنج و تکالیف از مال تو به آدرس ادای این فریضه نابود می‌گردد. این یک تشبیهی هست که فقهای کرام بیان کردند. به همین سبب و علت بر سادات و بنی هاشم، خاندان محمد رسول الله، دادن زکات درست نیست و کسایی که در واقع نسب نامه خود حفظ کرده اند واقعا سادات هستند، از این که ای چرک مال هست بری از آنها ای داده نشوه. ای خاندان چقدر پاک، چقدر مرتبه بلند داره، البته بالواسطه. هدف از بالواسطه این است: یک فقیر زکات تملیک میکنه،
با یک سادات و حاشمی هدیه میکنه مشکل نیست. درست است. نوعیتش تغییر خورد. به محض اینکه فقیر ایره قبض نمود، این نوعیتی که بری بنی هاشم ناروا بود تغییر خورد. از یک ملک در ملک دیگر آمد، از یک تصرف در تصرف شخصی دیگر آمد. استفاده کردن از این مال برای بنی هاشمی که هدیه داده می شود به سادات، به خاندانی سادات که به نامه های مختلف میر، سادات، هاشمی و غیره یاد می شوند، باز درست می شود. اما قبل از تملیک بری از درست و روا و جایز نیست. تاریخ زکات علمای تفسیر تقریبا اتفاق دارند که با نماز فرض شده بود. زکات با نماز فرض شده بود در مکه مکرمه 17 ماه قبل از هجرت، و دسته به این باور هستند که شب معراج نماز فرض شد. روز معراج 27 یا 26 رجب المرجب زکات فرض. ولی تفصیل زکات، نصاب زکات، مقدار زکات، مستحقین زکات، شرایط زکات در مدینه منوره بیان شد. این تاریخ زکات هست که با نماز فرض شد. نماز عبادتی بدنی، زکات عبادتی مالی. بزرگترین مرض سرطانی که در وجود انسان بخل است، به نام بخل وجود داره، معالجه از او به آدرس انجام این فریضه رکن سوم اسلام عزیز ادای زکات هست. اشخاصی که زکات خود می پردازند به هیچ گونه اینها بخل نیستند، و اشخاصی که در دادن زکاتشان و پرداخت زکات تعلیل و بهانه ها می کنند، اینها خودشان بدانند بفهمند که اینها بخیل هستند. نیاز به تعریف نداره که بخیل کیست. بخیل پیامبر علیه السلام بیان کرده است: البخیل بعید من الله، بعید من الناس، بعید من الجنه، قریب من النار. این تعریف شست. از الله دور، از صلحا و انسانها دور، از جنت دور، نزدیک به دوزخ. و ای بخیل چیزی در تقدیر الله تغییر نمی آوره. ای وعید در باره از او هست. اما بدانه که این فریضه مقدس فرمان رب العالمین هست. تاریخ زکات، حکم زکات فرض عین هست، فرمان الله هست. و اقیم الصلاة، برپا دارید نماز را، و آت الزکا، بدهید زکات را. شخصی که نماز این کار میکنه از چارچوب چوکات اسلامی عزیز میبراید، و شخصی که زکات این کار میکنه هم میبراید. موقف ابوبکر صدیق بعد از رحلت جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم در مقابل مانعین زکات خیلی سخت بود. سختی این موقف علاوه از این که دلالت بر فرضیت این عمل مقدس داره، اما دلالت بر استغنا و غنی ساختن بیت المال امت مسلمه هم داره. یکی از حکمت‌های فرضیت زکات پیامبر بزرگوار من و شما بیان کرده است: از صدقت تؤخذ من الاغنیا و ترد الى الفقراء. مراد از صدقه اینجا زکات است. از ثروتمندها گرفته می شود و به نیازمندها داده می شود. اینجا تؤخذ گرفته می شود، آخذین این کیها هستند، مسئولین و زعمای حکومت اسلامی هستند. در اشارات قرآن، در دلالت های روایات، در فیق و فتوای فقهای امت، دستور به ایست که حکما و امرا و رؤسا و خلفا
این مال جمع‌آوری بکنن و این مال با یک نظم و دیسپلین و اصول و مقررات و برنامه خوبی جمع‌آوری شود و دروازه فقر و دروازه احتیاج به آدرس این مال مسدود بگردد. یکی از دانشمندهای کشور اسلامی قسم یاد کرده است که اگر مسلمان ها، تنها مسلمان ها و زکات مالشان، تنها فریضه زکات صدقات نفلی نه، زکات مالشان بپردازن در قلمرو جغرافیای کشورهای اسلامی، یک فقیر موجود نمی باشه، یک فقیر وجود نداره. الله پاک به حرمین، بر زیارت حرمین مشرف بسازه، میبینین که از کشورهای دور و دراز برای گداگری سفر میکنن، در هواپیماها تکید میگیرن، گداگری میکنن. و من و شما میبینیم، خود مسجد خودمانه ببینیم، وقتی که میبراییم چقدر انسان ها اینجا استاد هستن، دست طلب دراز میکنن. شاید اکثری از اینها از این وعید آگاه باشه که تو اگر مستحق زکات نیستی، مستحق صدقه نیستی، دست دراز میکنی، از مردم میستانی، میربایی به هر آدرسی که هست، روز قیامت در چنگک های پل صراط گوشت رو و بدنی تو کشیده میشه، در بدنی تو فقط همان مجسمه و کاتلاک جسم تو میمانه، هیکلت میمانه، هیچ گوشتی نمی داشته باشی، زیرا تو مستحق نبودی. اما این مال گرفتی، جانب مقابل غیبدان که نیست، نمیدانه تو از او ایره گرفتی. صدیق اکبر خطبه ایره امی فرماید و بعد از او میگوید مانعین زکات اختار میده، قسم به آن ذاتی که محمد رسول فرستاد و مدت عمر خود سپری کرد و روحش قبض کرد، او ریسپانی که پای شتر میبستید، شتری صدقه را، آن ریسپانم اگر ندهید در مقابلتان جهاد میکنم. در حالی که او ریسپان تابعی شتر نیست، با ندادن او ریسپان یا پالان شتر یا قیزه و لگامی از او، یک شخص از اسلام نمی برایه، از اسلام عزیز دور نمیشه. ولی این موقفی ابوبکر صدیق به این هدف است که اسلام در آنجایی که دینی عقیده هست، دینی عبادت است، در آنجایی که دینی معامله و معاشره هست، دینی خیر و دینی خیر سگالی و دینی همدردی و دینی سد و بندش ذرائع دروازه فقر و گداگری هست، او رم ندهید زکات از پیشتان میگیرم. منافقین یک بار تکان خوردن که صدیق اکبر چی میگوید، ای فکر کردین که محمد وفات کرد، ای دین از بین میره، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد رسولی بیش نبود، نه معبود بود، نه خدایی بود، نه متصرفی بود، نه مشکل کشایی بود. این سخنرانی ابوبکر از من نیست و این گستاخی هم نیست، بیان حقیقت. الا رسول فرستاده الله بود، بهترین انسانیت بود، افضلترین رسولان بود، اما بشر بود. موت به سراغش می آید، وفات می کنه، کل نفس ذائقه الموت، و عابد بود، مخلوق بود، قد خلت من قبله الرسل، انبیا از نوح، آدم، ابراهیم، موسی، عیسی، انبیای اولوالعزم، رسولها رحلت کردن. افا این مات
آیا اگر محمد وفات بکنه او قتل یا شهید کرده شود انقلبتم علی اعقابکم؟ شما به پایای خود برمیگردید طرف عقب؟ از دین منحرف میشید؟ مرتد میشید؟ اینم بدانین و من ینقلب علی عقبایی، کسی از دین برمیگردد با الله هیچ ضرر و نقصانی نمیرسانه. اما الله ذوالجلال میشناسه، میدانه کیها از دین منحرف شدن، کیها مرتد شدن، یک بار تکان خوردن. مرتدین منافقین اعتقادی تکان خوردن. کی چی میگه ابوبکر؟ سخن ابوبکر هم پهلوی اعتقادی داره، به این باور است که محمد رسول الله رحلت کرد. عمر فاروق میگه قسم به الله زمانی که این آیت سیدنا ابوبکر صدیق خواند جذبه ایمانی ما قوی تر شد. او گفته بود پیشتر کسی بگه محمد وفات کرده است گردنش قلم میکنم. مثل موسی کوی طور رفت تورات آورد، محمد نزد الله رفت صلی الله تعالی علیه و سلم. عن قریب برمیگرده با شما با حرف میزنم ما. ولی صدیق بلند میشه در منبر، حمد و ثنای الله درود بر محمد رسول الله میفرستد، آیه را احتراماً و تعظیماً و تبرکاً میخوانه. بعد از اون این خطبه ابوبکر است که اعلان میشوه: الا خبردار، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. کسی که محمد عبادت و پرستش میکرد وفات کرد. و من یعبد الله، کسی الله واحد و لا شریک عبادت میکنه، فإن الله حی لا يموت. الله ذوالجلال زنده هست، زنده هست، او خالق موت و حیات است. از موت پاک هست، حی لا يموت، ذات هست که زنده است. موت مخلوق اوست، به سراغ او جرأت نداره آمده، نمیتانه. حی زنده هست. بعد از آن این آیت خواند، مسلمان ها انرژی گرفتن، قوت گرفتن. هدف اینجاست که زکات، حکم زکات فریضه مقدس الهی هست. منکرین یزی جز کفار و مشرکین کسی دیگری نمی باشد. و هدف از زکات بند نمودن دروازه فقر. من یه چندین بار براتان عرض کردم که حکومت ما چرا زکات جمع نمی کنه؟ چرا عشر جمع نمی کنه؟ چرا تکس وضع می کنه؟ در دروازه های ورودی آنجا پول جمع آوری می شود، چرا این را نمی گیره؟ عمر ابن عبدالعزیز در قلمرو خلافتش یک فقیر دید، سه کار کرد، این را خواست از این پرسان کرد که واقعا فقیر بوده. یک، والی را خواست، والی خدا برطرف کرد. دو، و برای این شخص از بیت المال یک حق مسلمه تعیین کرد که حق بی همین حقی که خلفای راشدین از بیت المال گرفتن حق شان است، همین حقی که مسئولین حکومت میتوانن از این معاش بگیرن، از این که دست به یهودیت و مسیحیت و گداگری دراز بکن. شما شرح جرائم بررسی بکنین، اختطاف اطفال، دزدی ها، سرقت ها، رازنی ها، خانه شکنی ها، همه از اینها بزرگترین پیامدش فقر است. و فقر دستاورد بی عدالتی است. فقر پدیده خوب نیست. از این استدلال نکنن که پیامبر میگه فقری ماست. فخر بری پیامبر است. ایران متوجه شد. کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر به کفر می رساند. قناعت پیامبر تو داری؟ قناعت اصحاب پیامبر داری؟ اولادار اختطاف میکنن، پول می طلبن. پول که نداد سرش قلم میکنه. او مادر در داغ، او پدر در داغی از او می مانه. ای دستاورد چیز؟ فقر. نتیجه چیز؟ بی عدالتی.
نتیجه بی‌عدالتی چیست؟ عدم تطبیق حدود الله. سه تا اختطاف چی؟ دو تا، یک تا در چوب بدار زده شوه، به جرمش در حضور همه اعتراف بکنه، خود به خود مشکل امت مسلمه، مشکل ما افغان ها حل میشه. در تحقیق اقرار میکنه که در عقبی باندستی کیست، کی را حمایت میکنه، کی را رشد میده، چرا حکومت زکات نمیگیره، چرا؟ یک برنامه بزرگی هست که شاید بعضی دوستایی را نفهمند، من یک اشاره میکنم. در آغاز پول مسلمان ها طلا و نقره بود، سیکه مسلمان ها در دور خلافت راشیده، در دور خلافت اموی، یک مقدار و مدت خلافت عباسی ها ای بود، البته در قلمرو جغرافیای کشورهای اسلامی. ای به این نوت بانک ها، ای رسید بانک است، ای پول، پول من و شما، دلار. هر کشوری که پول داره غیر از دینار و درهمی که در چند تا کشوری محدود میچله، این رسید بانکی است، اصل پول نیست. با یک برنامه بزرگ، برای چی؟ برای سه هدف. اول، تا که دشمنان در رأس یهودیت و مسیحیت گره یا سر ریسپان اقتصاد مسلمان ها را در دست خود داشته باشه. دسته علمای ما فکر میکنن که اقتصاد دشمنی از آنهاست، به آدرس اقتصاد حرف زدن نیازی نیست. نه، ما میگم مساوی با عقیده، مساوی با عبادت، مساوی با اخلاق و آداب، از این که بالاتر حرف زده شود که ذهن مسلمان ها باز شود که با اقتصاد نیاز است، اقتصاد نیازی مبرم هست. در کشورهای اسلامی بعد از ایمان حرف نخست اقتصاد میزنه. دشمن امروز با ما مقابلش، مخالفتش با آدرس اقتصاد است. ایران نادیده نگیریم ما، تا که سری ریسمان و کلاوه اقتصاد کشورهای اسلامی غیر اسلامی در دستی از اینها باشه، ای پول عوض شد، ای پول تغییر خورد. از اقتصاد تو چنان خطر داره که از همین جهات، از همین تعلیم و تعلمت، از همین نقل حرکتت بیم و حراس داره، از اقتصادت از این بیشتر حراس داره، بیم داره، میترسه. اقتصاد برای تو در دست تو آمد، تو خودت میسازی، کشورت میسازی، تعلیم و تربیه خوبی میداشته باشی، محیط زیست میداشته باشی، اخلاق و آداب و معاشره. امین دزده ها هست به سروی یکی از استازه های دانشگاه، 67% یتیم و بیتربیه هست، 67% یتیم و بیتربیه هست. او که تربیت یافت، او خوانده دارالیتام، صحنه تحصیلش مساعد شد، یک سرمایه‌دار 10 تا یتیم کفالت کرد و تعلیمات خود به سطح تحصیلات عالی به انتها رساند. یک دکتر والله دزدی نمیکنه، یک ماستر، یک لیسانسه، یک 14 پاس، یک 12 پاس مجبور نشه دزدی نمیکنه. یک کسی که صنفی 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 کم و بیش خوانده برآمده، اکثر دزدم اینا هستن، یا هیچ سوادی نداره، هیچ معلوماتی نداره، از دین خبری نداره، با مسجد ارتباط نداره، قرآن نمیشناسه. دیروز یک بچه را دیدم سگرید میزد، ریش برود مکمل. نگفتم یک حرف داره میشنوی؟ بگو. گفتم ماه رمضان است. گبرو پدرم هم میزنه، پدرم هم میزنه. ما گفتم میشم الحمده بخوانم تو گوش بگیر؟ بخوان. گفت الحمده خواندم، قل هو الله را. گفتم تو بخوان. نمیدانم. گفت دیدم قار کرد، قداور و پلوانم بود، خواه نمیشم، نه قوه اجرایی هستم، نه قوه مقننه هستم، نه پلیس بودم، نه کدام چیزی داشتم. ما گفتم ماه رمضان و دروازه جنت باز است، دروازه دوزخ بسته است، شیطانکای خرب فریب میتن و فریب دادن.
ده خانه از این ندین و ندینداری ده کشوری ما زندگی میکنه. یک بار پرسان بکنین شرح حال یزیره که امت کجا میره، در کجا مصروفه، ده چی کار. ای بچه جوان نه خدا را میشناسه، نه قرآن را میشناسه، نه دینه، نه پیامبره. براتان عرض کردم ده قلعه زمان خان محفل میلاد بود، او یک عاجزی برای ما قصه کرد. گفت یک جوان آمد برگشت از مسجد، ما پرسانش کردم ده کجا بودی و پلاو خوردیم همیجا. پلاوی چی؟ گفتی کلان قوم محمد رسول نام داشت، هر سال محفل یزیره میگیرن، خب پلاو میتن. هیچ نمیفهمه که محفل میلاد چیز، محمد رسول الله را محمد رسول میگه. هر سال محفل میگیرن پلاو میخوریم. هم مولی سیبم که آمد چهار تا روایت اسرائیلی نگفت از عقیده پیامبر، هدف ولادت پیامبر، هدف تعلیمات پیامبر، مکتب تربیهی محمد رسول الله را ایج بیانی نکرد. پلاوی خود خورد، محفل گرفت، پول شکیرایش دبل گرفت، رفت. چند تا نعره زدن، ما پیشی الله بزرگترین گردن بسته ای برای علماس پیشی الله. مولی سیبا خسته نشوند، چند تا مولی سیب جاوید دوستا معذرت میخوام، بزرگترین گردن بسته پیشی الله علما هستن. وقتی حقیقت بیان نشد و من و تو زمینه برمان مساعد بود، حقیقت بیان نکردیم با چهار تا اسرائیلی و روایات کاذبه و احادیث دست ساخته و خود بافته مردم فریب دادیم، روز قیامت یک یک مقتدی قسم با الله در عدالت خدا از گوشت میگیره، یکی چپ کشت میکنه، یکی راست کشت میکنه. کجا میری؟ تو که امام بودی، خطیب بودی، مرا در کجا نگاه کردی؟ در چه تاریکی؟ قرآن چی میگه؟ نمیدانم. حدیث چی میگه؟ نمیدانم. عقیده پیامبر چی بود؟ اخلاقش چی بود؟ آدابش چی بود؟ نقل کفر کفر نباشه. مقتدی یک مسجد برم گفت که غیر از این آیت و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، در قرآن دیگه آیت است؟ ما گفتم ها، 6235 آیت دیگه است. گفت مولی سی بی ما 3 سال میشوه که غیر از این آیت در جمعه چیزی نمیگه. ما یک روز پیشنهاد کردم، را گفت نمیفهمی، را قرآن بسیار رازه ها داره، ایره تو نمیفهمی. به هر حال حکم زکات فریضه مقدس الهی است. با نپرداختن ازی دو روایت یک آیت براتان عرض میکنم. در حدیث می آیه روز قیامت الله کسی که زکات مال خدا نداده به شکل مار اژدهای کلان، کلبی موی که دو سر داره، ای اژدها در شانه های ازی انداخته می شوه، از دو طرف صورت ازی گوشت رخسار ازی رای می خوره، کش می کنه، میگه من خزانه ای تو هستم، من مال تو هستم، من شتره ای تو هستم، من گوسفنده ای تو هستم، من سرمایه ای تو هستم، من همان زکات زمین و عشر زمین تو هستم که نپرداختی، ای را جمع کردی، جمع مالا و عدده، مال جمع کردی و شمار کردی، شمار کردی، من همون مال هستم، من همان خزانه ای هستم که تو ای را جمع کردی. الله چی میفرماید؟ والذين يكنزون الذهب والفضة كسائي كتلاو النقرار الزخيرة ميكنن ولا ينفقونها في سبيل الله زكاة رنميتن. هما علماء تفسير ميقوين مراد از انفاق در راه الله نپرداختن زكاة يزي، زكاة رنميتن در راه الله في سبيل الله مستحقين. 8 صنف، 8 نوع، یکیش منسوخ، 7 تا یزی باقی. در راه الله برای مجاهدین، برای مسافرین، برای کسایی که زکات جمع میکنه، برای برده ها و کنیزه ها، برای آزادی از آنها و برای ابن سبیل، طلبای مدارس، شاگرده های قرآن و حدیث و برای ضرورتمند و تهیدست، برای بیوه و یتیم نمیپردازن ایره. قرآن چی میگوید؟ فبشرهم بعذاب علیم، مجده بده آنها را به عذاب دردناک. عذاب که مجده نیست، عذاب مجده نیست، یعنی بمی نیت است که فریضه را کلن به باد فراموشی سپرده هست. سزاوارش ایست که قرآن کریم
بر زخمه های از این نمک پاش میده که تو با این حکم توهین و تحقیر و اهانت و بیتوجهی کردی، عذاب دردناک متوجه باش. یوم یحما علیها فی نار جهنم، این سرمایه روزی که در آتش دوزخ گرم کرده می شود. فتکوا بها جباههم، داغ کرده می شود ذریعه یزی پیشانی یزی، و جنوبهم پهلو یزی، و ظهورهم پشت یزی. چرا این چار جهتش داغ می شود؟ پیش رو، پس پشت، راست و چپ. فقیر از پیش رو آمد، روی تتابیدی، از طرف راست آمد، ایسو گشتی، از اینجا آمد، ای طرف دور دادی خدا، از پس پشت آمد، منحرف شدی. چهار تا جهت داشتی، با این دست میدادی مالک، امام رازی میگوید با این دست مالک میدادی، با این دست کمایی میکردی، مردم قرضت میداد سرمایت اگر کاسیده میشد، وجاهت و آبرو داشتی، یا به طاقت و نیروی کمر و بازویت این مال به دست آوردی، ولی در رای غلط مصرفش کردی. این چهار تا منبع عایداتی تو در عدالت الله داغ میشد. هذا ما کنزتم، الله می فرماید، گفته می شود که همان است که شما خزانه کردید، ذخیره کردید، لانفسکم برای خود، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بچشید آنچه را که شما برای خود ذخیره کردید. عذاب یزیرا، داغ یزیرا، درد یزیرا، الم یزیرا شما آل احساس میکنید. در حدیث دیگری پیامبر بزرگوار علیه السلام می فرماید کسایی که زکات مال خدا ندادن از قبرها بلند میشن، در شانه های زنها به شکل انسان، شخصی بویگین، شخصی ناپاک، متعفن سوار شده، ایرا با تازیانه کوبیده به عدالت الله ذوالجلال حاضر میکنه. اگر به این فکر ما باشیم که یک لک دونیم هزار زکاتش میشه، دونیم فیصد، در 40 روپیه یک، در 205، در 1025 روپیه، در یک لک دونیم هزار، نصاب نقره 85 گرام، نصاب طلا 52.5 توله، ای پولی که من و شما داریم 27500 روپیه، البته نرخ نقره به شرطی که 519 روپیه باشه، این نصاب شد 27500. قرضدار نباشه، مالک نصاب باشه، سال سری ازی تیر شده باشه و ای در تصرفش باشه، حلال و پاکیزه باشه، زکات ازی را ای شخص بپردازه. در عشر، در حاصلات زمین گذشتن سال شرط نیست، که سری ازو سال تیر شوه او شرط نیست. شطر از 5 تا 1 گوسفند، از 10 تا 2 گوسفند، از 15 تا 3 گوسفند، از 20 تا 4 گوسفند، از 25 تا تغییر میخرن حساب. بنت لبون یک چوچگک با 36 تا به همین ترتیب زکات یزی. از بزو گوسفند از 40 تا 1 تا، از 121 تا 2 تا، از 200 تا هم 2 تا، 300 تا 3 تا، 400 تا 4 تا، 500 5 تا میگو. از گاو، از 30 گاو یک گوساله، کسی که 30 گاو داره یک گوساله بر بالای یزی لازم میشه که ایره بده. ای یک ساله ای که در دو داخل میشوه، و از پول مروجه ما و شما 519 اگر قیمت توله نقره باشه 27500، و ای فکر بکنی که از یک لک دونیم هزار دادی، پیسه تو 97.5 ماند، 100 هزار نماند، 97.5 هزار ماند. سه تا بشارت دینی برای تو میسر میشه. اول، تو جانت از دوزخ با الله بیمه کردی، در دوزخ نمیسوزی، نجات یافتی از آتش دوزخ. یک، مال تا بیمه کردی، خساره نمیه، زیان نمیه، مال تو نمیسوزه، آتش نمیگیره، حرق نمیشه، غرق نمیشه، دوست کور میشه که مال حلال تو را سرقت بکنه. جان دست دوزخ بیمه کردی، مال تا به آدرس زکات بیمه کردی، کشور تا بیمه کردی، در جغرافیایی آن کشوری اسلامی که تو زندگی میکنی ایره تو بیمه کردی، به سراغ تو نمی آیا آفات، نا اتفاقی نمی آیا،
ما به خاطر یزی گفتم اکثری دوستاویان این مسئله را عرض میکنم براتان. رمضان است اگر کمکی وقت زیادتر گرفتم انشاءالله باز میرین استراحت و تلاوت و آرام میکنین. که حکومت چرا نمیگیره زکات علتش چیست؟ او ترفندی که یهودیت و مسیحیت گذاشته هست مسلمان ها را در اغفال میگذاره. پولت عوض شد، دزدی میکنه. نفری پلیس یا محافظین بنادر رشوت میگیرن اما از زکات پرسان نمیکنن. چرا که مسلمان ها سرمایه غنی بیت المال غنی می داشته باشن، اینها می توانن که در مقابل دشمن مخالفت فرهنگی را با فرهنگ جواب بدهن، مخالفت با قرآن را با قرآن جواب بدهن، مخالفت اقتصادی را با اقتصاد جواب بدن، مخالفت اتم با اتم اینها جواب بدن. دشمن ای بیمداره، ای را پرسان نمی کنه. وقتی ای را پرسان نکد بر بالای مسلمان ها شیطان مسلط است. پس فکر میکنه که از 100,000 دونیم هزار دادی 97,500 ماند و بنده خدا 3 بشارت دینی برای تو رسید، جانت از دوزخ، مالت از تلف و زیان، مسلمانای برادرت از فقر و ذلت و از بیعزتی محفوظ شدن. وقتی ایره ندادی 3 مصیبت در آدرست است، 3 مصیبت در قبال توست. اول نااتفاقی. ما تا امروز اندیشیدیم که مخالفت ها یک پیامد بدش عدم پرداخت یا ادای فرائض الهی هست. نااتفاقی و ناامنی. دوم اقتصادت برکود میره، از مالت برکت گم میشوه. برکت اینیست که کسی 10,000 معاش داره، کسی 1,00,000 معاش داره. ای که 10,000 معاش داره آرام آسوده، ای که 1,00,000 معاش داره شب تبلید بری خو میخوره. ای پول در کجا مصرف بکنم؟ پریشان است. به میله های ختم نمیشه، به سفر دوبه ای خلاص نمیشه، به عروسی های خیلی پیشرفته و فاخره ای ختم خلاص نمیشه. اکثر ای ددوای خودش. استاد خلیل اروز میگفت یک سرمایه‌دار کلان رفیقه و دوستیم است، وکیل است، مرا دید از موتر تا شد، مصافحه کردیم. گفتم زندگی چه قسم میگذره؟ گفت بس ما زندگی چی داریم؟ گفت یک خلطه دوا داخل موتر است، نه هندستان مانده، نه پاکستان مانده، نه ایران مانده، نه ترکستان مانده، نه آلمان مانده، نه ژاپن مانده، هیچ جایی نمانده. ولی اون نعمت بزرگی که الله برای بنده میده صحت، او با پول جور نمیشه، با پول او را نمیخری. ارتباط تقایم که ای خالق بیماری ای را با صحتمندی تبدیل بساز. بمی چشمای گناهگارم شخصی را دیدم، همه دکترها مرا جواب داد 4 نل قلبت بند است. گفت ایچ چاره ای نیافتم. گفتم برو در مدرسه شاگردای مدرسه را خدمت بکنم. ما میخواندیم کلان 63 ساله بود، ما 22 ساله بودیم، همراه ما ترمیزی میخواند، می نشست او عوام بود مطلق. استاد قصه کرد که حاجی سیب حسیب براتان قصه میکرد. بفرما کلی دکتر ها مرا جواب دادن نلای قلب بند شده است. گفت استخاره کردم که چی بکنم. گفت مدیدم یک دروازه مدرسه را باز میکنم. گفتم امید استخاره ما آمد، خود در این مدرسه انداختم. 4 ماه بعد پیش دکتر رفتم، گفت نه برادر تو سو الله قلبت هیچ مشکل نداره، 4 نلی بنده، کی پریشن عملیات کرد؟ الله از داخل چنان عملیات کرد که از پیش کرده تپشش نارمل خوب است. اوست که شفا هم در دستی از اوست، بیماری هم در دستی الله منان است. دوستای عزیز متوجه شین که بیماری ها در سراغ است. سوم دوزخ در کمین هست، داغ میشه پیشانید. الله میگه بانا میکنی پیسه کم میشه، آلی ببین یک مرض از خزانش روان میکنه. ای یک لکی که دونی مزارش ندادی 10,000,000 رفت، 10,000,000 هم رفت ولی صحت نیست. تیاری عزیز، کفن و دفن عزیز را مردم آمادگیش میگیره، با او تسلیم شد. ایچگاه بهانه تلاش نکن، اگر بهانه تلاش کردی
الله عزیل جلال ترا سخت ما آخذ میکنه. دوستای عزیز فقط آنچه براتان عرض میکنم ایست که حکومت ما بیت المال نداره، در خزانه های زی ای زکات ای پول جمع شوه. شما بیوه، یتیم، مستحق، فقیر، مدارس دینی در آنجا زکاتتان مصرف بکنید. اما فراموش نکنین، یک مولیسی مرا میگه دیگه گپاره که میگوی امی گپشه نگو. گفتم نه، این فرمانی محمد رسول الله است. به قرابت دارایتان بتین ثواب زیاد میگیرین، به قرابت دارایتان، به برادرت فقیر جدا هستین به او بتین، به پدر و مادر نه، بموری هم پدر و مادر نفقره به زور از پیشت میگیره، خواهرت که یک جا همراهیت است به او نی، جدا هست، پشت بخت خود رفته، به او بته، به کاکایت، به مامایت، به قرابت دارهات بته. زکات از یک قریه به قریه دیگر نبر، اما آن قریه قرابت دارت است ببر، به او بته، دبل ثواب میگیری، هم سیله رحمی مراعات میشوه، هم فریضه الله از گردنت ادا میشوه. ای گفته ها به ارتباط زکات بود. مسلمان ها در آسیای میانه خصوص کشور ما زکات چانه در ماه مبارک رمضان میدن و بهترین مصرف برای زکات شما مدارس دینی هست. چرا؟ زیرا اینکه خدمت دین به آدرس یزی میشه. تمام اوامر، تمام دستورات و فرمانات الله به آدرس مدارس دینی تکمیل میشه، به آدرس دین کتاب الله تکمیل میشه. شاگرده های مدارس دینی قرآن و حدیث میخوانند، شما بیشتر ثواب میگیرین در اینجا در همکاری با اینها. و آنچه که گفته بودم براتان عرض میکنم، ماه رمضان ختمه های قرآن نگذارین که ختمه های عرفی شوه، ختمه های شرعی بکنین، ختمه های شرعی بکنین. نه قرائت قاریسی معلوم، نه رکوش معلوم، نه سجدش معلوم. متوجهشین که یک ماه هست. امام شافعی میگه 32 رکعت تراوی بخوان، امام مالک میگه 40 رکعت بخوان. ما 8 رکعت هم متوجه میشیم. 8 رکعت خوانده شوه که اصحاب الظواهر میخوانن، اینا متوجه هستیم. امام شافعی 32 رکعت میگه، امام مالک 40 رکعت میگه بخوان، ثوابت بیشتر حاصل شوه، بیشتر ثواب بگی. ولی قرآن به ترتیب بخوان، به تدریج بخوان. کم از کم در این ماه یک بار قرآن کسایی که ناظیرش خواندن ختم نکردن بدانن که بزرگترین ظالم هستن. ظلم نابخشودنی است. ماه قرآن است، رمضان قرآن ارزش و اهمیت داده است. ایماره این ماه رحمت، ماه بخشش، دروازه های دوزخ بسته، دروازه های جنت باز می شود. پیامبر ما دعارم کرد دور از رحمت خدا کسی که ماه رمضان در می آبه بخشیده نمی شود. نوافله بری سحری بلند میشین، خیر است. 8 رکعت تهجد نمیشه، 4 که بخوان. 4 نمیتونی، 2 رکعت که بخوان همراه با تحیت الوضو. 4 بخوانی 6، اگر 8 بخوانی 10، جمعی تحیت الوضو چقدر ثواب داره، چقدر پاداش بزرگ داره. سحری بخورین سنت پیامبر است، مخالفت با مکتب فکر یهودیت است. افطار با غروب افطار بکنین، اگر ملاد مسجد اذان داد یا نداد غروب شد افطار بکنین که از ثواب محروم میشین. اگر انتظار کنین که ملای مسجد اذان نداد ما افطار نمیکنم، به اذان او مسجد، به اذان این مسجد، چی فکر میکنی که اینقدر او خدا ناترس است که روزه ترا خراب بکنه؟ 2 دقیقه و 24 ثانیه پیش از وقت اذان بده، گردنش پیش خدا بسته است، روزه تو نمیشه. اوقات ببینین الله اجر بده، اوقاف ترتیب و تنظیم کرده در خدمت شما ایرا قرار داده. اوقات ببینین با او افطار سحریتون با او تنظیم بکنین. من میبینم که 3:19 سحری بند میشوه و دیروز امروز 3:16 از آن میتون. این خیانت است. 4 دقیقه 5 دقیقه پیش از آن دادن این خیانت است، از آن واجب الاعاده است. یک مسلمان تشنه است، همون لحظه بیدار میشوه، بیچاره نمیخوره. مناسب در اولی از آن شروع شد تا آخره بخوریم. تو ساعت ببین وقتی 3:18 بود، نه خلاص ملا از آن بده یانتا، الله تو را میبینه. فیصله الله در قرآن ممیز، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. ای فرمان الله متعال است. ختمه قرآن متوجه شین، تراویح تانه
و تلاوت قرآن کریم است. در خانه، در فامیل، در وقت افطارتان تمام امت مسلمه، خصوص امی افغانهای در و در ما و شما را که از سه نعمت محروم هستیم. از سه نعمت، نعمت امنیت نداریم. داریم؟ نه. یک. نمبر دو، نعمت اقتصاد نداریم. اقتصاد نعمت است. قرآن خیر گفته سیرا. نمبر سه، نعمت تعلیم و تعلمی کتاب الله خیلی ضعیف است. مولی صاحب در ماه رمضان در مسجدم با آدرس قرآن و حدیث یک مسئله بیان نمی کنه. متوجه زی باشین، الله در دنیا و آخرت همه ایمان و شما را سرخ رو و کامیاب بداره.